در بیان آن که عقل و روح در آب و گل محبوسند همچون هاروت و ماروت در چاه بابل. همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک بستند اینجا به چاه سهمناک. عالم سفلا و شهوانی درند، اندر این چه گشتند از جرم بند. سحر و ضد سحر را بی اختیار زین دو آموزن نیکان و شرار. لیک اول پند بدهندش که هین سحر را از ما میاموز و مچین. ما بیاموزیم این سحر فلان از برای ابتلا و امتحان. کمتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودت بی اختدار. میلها همچون سگان خفته اند، اندریشان خیر و شر بنهفته اند. چون که قدرت نیز خفتند این رده، همچو هیزم پاوره ها و تن زده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبت بر سگان. چون در آن کوشه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد سر برزد زجیب. مو به موی هر سگی دندان شده، وز برای هیله دم جنبان شده. نیم زیرش هیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. شعله شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. صد چونین سگ اندرین تن خفته اند، چون شکاری نیز شان بنهفته اند. یا چو بابزانند و دیده دوخته، در حجاب از عشق سیدی سوخته. تا کله بردارد و بیند شکار، آن گهان سازد طواف کوهسار. شهوت رنجور ساکن می بود، خاطر او سوی صحت می رود. چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مساف آید مزه و خوف بزه. گرب و سبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. ور نباشد سر پس نادیده به، تیر دور اولاز مرد بیزره.